خانواده شما چجوری به شکستهای زندگی نگاه میکنه؟ ببین هر خانواده یعنی وقتی طول بزرگ شدن خیلی وقتا بچه ها شکست میخورن تو مدرسه، یا خود پدر مادر بیکار، یا بالاخره زندگی زندگیه و این سختا میاد. شما به شکستها چطور نگاه میکنی؟ اگر بچت نمره بد بیاره خونه، شما چجوری بهش برمیخونی؟ اگر مثلا نمرش 19 باشه، بگی وای چرا 20 نآوردید؟ چی بهش میگی؟ میگه یعنی شما هر کاری بکنم پدرم راضی نمیشه. خیلی هم با گریه من گفتم من تمام عمرم میخواستم بابام از من راضی باشه، یه بار احساس نکردم. وقتی مسیح تعمید میگرفت، خدای پدر چه گفت؟ این پسر محبوب من که از او راضی، خوشنود و راضی هستم. هر فرزند این دوتا چیز باید، این پسر محبوب منه، این دختر محبوب منه و از او خوشنود هستم. چیزی که بچه ها میخوان از ما بشنون، پدر خودم نمیتونست به من بگه دوستت دارم، اما برام کارا میکرد، میدونستم منو دوست داشت اما نتونست. من تصمیم گرفتم که بچه هام را مرتب بغل کنم، بگم دوستتان دارم و بهشم گفتم هر شغلی هم انتخاب کنی برام مهم نیست، تو فقط شاگرد مسیح باش. این از مادرم یاد گرفتم. مادرم نگفت که تو باید مهندس باشی یا دکتر باشی. بعضی وقتا فقط دو تصمیم هست تو خانواده ایرانی، یا باید مهندس باشی یا دکتر. اما مادرم به من گفت که فرق نمیکنه، تو فقط شاگرد مسیح باش، هر کاری هم میکنی. چون زمان آرزوی من بوده که راننده اتوبوس تی وی تی باشم. بچه تبریز فکر کنه اونایی که راننده اتوبوس تی وی هستن واقعا زندگیشان ایداله، مخصوصا که میرسید زور بخورید یه کبابای دو برابر غذاهای معمولی میدن. من آرزو بزرگی نداشتم برای خودم، اما مادرم خیلی برام دعا کرد. من خیلی شکست خوردم چون که من یک ارادی دارم که یک learning disability، یعنی من در اول کتاب خوندن کلمه ها همینطوری با هم قاطی می شد و خیلی برام سخت بود انگلیسی خوندن. من همه چیز که یاد گرفتم از شنیدن یاد گرفتم، فارسی را با شنیدن یاد گرفتم، برای اینکه بعضی وقتا کلمه هایی که به کار میارم اشتباه است چون که نوشته شو ندیدم، فقط اونطوری که شما بهم گفتید دارم یا اونطوری که من شنیدم. پس میدونیم که شکسته ها خیلی مهمه که چجوری با اینا برخورد میکنیم و همدیگر مقایسه نمیکنیم. یادم بود ایران بعضی هم میامدن از من میپرسن کدوم بچه تا بیشتر دوست دارید؟ چه سوال خوبیه. با یوسف چی شد؟ محبوب، پسر محبوب بود، آخرش چی شد؟ بقیه بچه ها حملش کردن. ببین ما یک بچه را بیشتر از یک بچه دوست نداریم. هر دوتا عزیزم، اگه قلب شما برای دوتا بچه، سه تا بچه بزرگ نیست، بهتره بچه دار نباشید. اما بچه ها ما نباید فکر کنن که تو فلانی را بهتر دوست دارید. اینم اراد ایجاد میکنه. مادر من میگفت که فقط بهترین تو بکن، تو زحمت بکش، کوشش بکن، بهترین تو بکن، من راضی هستم. و باور کن من که دبستان تمام کردم، هیچ کسی امید نداشت که من دانشگاه برم. همه نصیحتم کردم که لوله کش باشم یا نمیدونم نجار باشم. باور کن، یعنی اصلا آدم آشغالی کلاس بودم، یعنی نمیتونستم چیزی یاد بگیرم. بعدن خداوند یک کمی کمکم که زیاد کمکم کرد و من به 5 تا دانشگاه ثبت نام کردم، فقط یکی من قبول کرد به شرطی که نمرهام تا یه حدودی باشه، اگر نه اونا منو بیرون میکنن. یعنی من گفتم برای من مشکل نبود تصمیم کنم کجا میخوام برم دانشگاه، فقط یکی منو قبول کرد، اونجا رفتم، اونجا رو تمام کردم. و باور کن در اون سالا چجوری خداوند من کمک کرد که میتونستم بعدم به دانشگاه الهیاتم برم. اما روزی که من دستگذار شدم، معلمای من آمدن گفتن ما باورمون نمیشه تت شده کشیش، باید بیام بعد چشم خودم ببینم. ببین خداوند دوست داره از عزیزان که شاید ضعیف در دید دنیا، ضعیفن در دید دنیا، چیزای زیادی ندارن، اما قلبشان به مسیح است. و من میدونم که در نوجوانیم قلبم با مسیح دادم و گفتم مسیح جان زندگی من مال توست، سو سرنوشت من تو بنویس، هر جایی که تو میخوای منو ببرید. پس این
برخورد با اشتباهای شکسته ها. اگر مدرسه زنگ بزنه بگه پسر تو دعوا کرده، یکی کتک زده، شما به دفاع شو بچت میایید، یا شاید باز هستی که واقعا پسرت کار بدی کرد. من هر وقت مدرسه شکایت کرد از بچه هام، من مدرسه رو باور کردم، چون بچه هام میدونستم، پسرم میدونستم تنبل بود، بعضی وقتا سر کلاس نمی آمد، مشقش نمی آورد. پس اما خیلی ها انقدر حساسن که نمیتونن بپذیرن که بچه هاشان یه خلافی کرده، چون که آبروی خودشان تو این بچه هست. عوضی که اینم یه انسانه، اینم خب نیاز داره که طبیعت باشه، نیاز داره که اگر خلافکاری که تو مدرسه بالاخره روبرو باشه و نتیجهش ببینه، اگر نه تو زندگی فردا محل کار چی میشه؟ فردا اگه بره سر کار دعوا کنه مادرش کجاست که دفاع کنه؟ مادر نیست دیگه. پس با این شکسته ها ما چجوری بچه های ما را یاد میدیم؟ بعضیا وقتی که یکی شکست میخوره مسخرهش میکنن، تو آدم نیستی، تو چیزی نمیشی، اصلا داشتن تو غلط بود، اشتباه بود. من شنیدم این چیزا، مردم از بچه‌هاش میگن یا ازشون جوک درست میکنن، جلوی دیگران آبروی بچه رو میبرن. ببین بچه‌ها همه اینطوره، اما بچه من نمیدونم عقبه، نمیدونم چی چیزشه. این حرفا دل بچه‌ها را میشکنه و اون احساس رد شدن به دست میارن. بلکه اگر میتونید تشویق کنید کسی که خلاف کرده و همکاری بکنی با مدرسه که کمک کنن که پسرت یا دخترت شاگرد خوبی باشه. خب تاریخ یا گذشته خانواده چی هست؟ تاریخ خانواده خود ما چی هست؟ اینم اثر میذاره. آیا زیاد مقام زندگی عوض شده؟ مثلا ما که تبریز زندگی میکردیم یه سری ارمنی ها بودن که از شوروی فراری بودن و اینا در وسط عمرشان باید ترکی یاد میگرفتن و زندگی در تبریز داشته باشن. خانواده که خیلی این ور اون ور میرن، شما ها که شاید دوره در ترکیه بودید، دوره در آلمان هستید، شاید اینجا میمونید، میری، نمیدونم، اینا همه اثر میذاره روی بچه های ما. و بچه های ایرانی که در آمریکا بزرگ میشن خیلی زود فارسیشان فراموش میکنن و یه فارسی عجیب و غریب صحبت میکنن که هر دو کلمه انگلیسیه. اتفاقا یکی از این جوانایی که توی آمریکا بزرگ شده بود بردم به عنوان مبشر، به عنوان میسیونر با خودم به استانبول و این نمیتونست یه جمله فارسی بگه بدون که دو کلمه انگلیسی توش باشه. بعد این میره با ایرانی صحبت میکنه، ایرانی به من نگاه میکنه میگه یارو چی میگه؟ گفتم بابا ایرانیه، باش صحبت، آخه نمیفهمه، این یه زبان دیگر داره. اینجا هم شما ببخشی آلمانی میندازی تو حرفاتم، من میگم این کلمه فارسی من تا حالا نشنیدم. فارسیم خیلی خراب شده، شما کلمه به کار میبری که. پس میدونی همه اینا فرهنگتان را چیز میکنن، اثر میذاره. یادم بود روی تلویزیون ایرانی در آمریکا دیدم که یه خانم بود ایرانی که انگلیسی بلد نبود، دخترش که 12 سال بود فارسی بلد نبود، اینا نمیتونستن با هم صحبت کنن. خب این خیلی اثر میذاره روی خانواده. پس این بودن به عنوان پناهنده یا هرچی میخواد برید در جاهای دنیا اثر میذاره روی خانوادتان. و من فکر کنم بزرگترین مشکل میاد وقتی که این جوانا بزرگ میشن، بعدم فکر کنم اون آزادیه که تو اجتماع خودشان هست انتظار دارن و پدر مادر با این دید ایران، با اون دید کنترل، با اون دیدی که دختر نباید بیرون بره با کسی جز برادرش یا پدرش، اینا واقعا شدیداً اختلاف با هم دیگه دارن. و من فکر کنم اینجا هم پدر مادرها باید یه جوری خودشان اصلاح کنن یک کمی، چون الان بچه ها در یه محیط دیگر هستن و این بچه ها هم باید یاد بگیرن احترام بذارن برای این خواسته های پدر مادرشان. بچه ها در یک نویسنده گفت که آدم و حوا در کاملترین جای زندگی داشتن، ارتباط
عالی با خدا داشتن اما با همین خرابکاری کردن. پس بعضی پدر مادرها قصه میخورن که ما کار ما خوب نبود، یعنی کوشش کردیم و بچه های ما کج رفتن یا فلان شده. گفتم پس خود خدای پدرم دوتا فرزند داشت که کج رفتن، پس تقصیر پدر نیست، تقصیر مادر است. خیلی وقتا اون جوونم اراده داره، اون جوونم تصمیم میتونه بکنه. پر اینه که وقتی اینا رو دارید، اینا رو از مسیح یاد بده، یاد بده که چجوری وقت اشتباه میکنن توبه کنن، به مسیح نزدیک باشن، از کلام آیه یاد بگیرن و مسیح خوب باشن. فکر کنم که راه یک والدین خوب این هست که من بهترین کوشش من میکنم اما نتیجه را میسپرم به خدا. اگر مثلا من عموم 6 تا فرزند داشت، ایشان میسیونر به هندستان بود، 5 از بچه‌هاش خیلی مسیحی خوب، ازدواج‌های خوب، آخرین پسر درآمد که دوز بود، بانک زد و دزدی کرد. ایشان کشیش بود و گفت خب الان من باید استعفا بدم چون که دیگه پسرم این کاری کرد، دیگه من نمیتونم شبانه این کلیسا باشم. بعدن یک شنبه شب تو کلیسا که جمع شده بود اعلام کرد، گفت که همه تان تو روزنامه خوندی که پسر من با اسلحه رفته بانک زده، الان تو زندانه و من فکر میکنم چاره ندارم جز استعفا بدم. چند نفر صداش بلند کرد، گفت آه پسر منم تو زندانه، دختر منم تو زندانه و شما نرید، ما نیاز به شما داریم. و اینا یه جلسه داشتن در دعا و در گریه که همه با فرزندانشون چالش های داشتن و این پدر مادر یه جوری 6 تا بچه را بزرگ کردن، 5 تاش خوب در آمدن، یکی دوز در آمد. پس چه کار کنیم جز که اونا را دوست داشته باشیم؟ البته قبل از که اون پسر بمیره قلبش به مسیح داد به خاطر محبت پدر مادرش، اما آبروی پدر مادرش برد. یعنی چقدر آدم روزنامه رو باز کنه ببین که پسر خودش بانک زده، یه کمی سخته فکر کنم. پس میدونیم که ما کارامو میکنیم و نتیجه رو میسپاریم به خداوند و به بچه های ما یاد میدیم که مسئولیت زندگی خودشان را بپذیرن. چطوری ما شبانی کنیم بچه های ما؟ فکر کنم اول این هست که نمونه خوب باشیم، سعی کنیم که زندگی مسیحا جلوی بچه های ما داشته باشیم. مثلا مادر من خیلی خیلی کلام دوست داشت و هر صبح که من بلند می شدم اولین صحنه که می دیدم مادرم نشسته کتاب مقدسش بازه، داره می خونه، داره مطالعه می کنه با قهوه‌اش اونجا قبل از که صبحانه بخوره. هر صبح من دیدم مادرم کتاب مقدسش بازه، داره می خونه و من یه چیزی از مادرم می دونستم، مادر من عاشق کتاب مقدس بود، مادر من مسیح را می شناخت و دوست داشت. اینه می دونستم. بعضی وقتا خودم سرپیچی می کردم این ور اون ور، من شکی نداشتم از مادرم. یکی از خواهرام در دانشگاه رفته بود و در دانشگاه با درسایی که دانشگاهی خونده بود شده بود یک کمونیست و می خواست خدا را رد کنه. تو یک مقاله که می نویسه میگه تنها چیزی که من اذیت میکنه، میدونم برای پدر مادرم خدا زنده است، برای خدا هنوز نفهمیدم اما برای پدر مادرم. و امروز خواهر من یکی از قوی ترین مسیحا هست، در لندن زندگی میکنه و از شب و روز خدمت میکنه عیسی مسیح، هم ایرانیا، افغانیا و غیره. این شهادت یک مادر که گفت بذار بچه های من ببینن که من کی هستم و چی کار میکنم. بعد مادرم هم خیلی توجه کرد به وعده‌های خدا به نسبت به والدین مسیحی. اتفاقا در دست خط خود مادرم چند تا صفحه دارم از وعده‌هایی که از کتاب مقدس درآورده و اینا را مرتب میخوند و برای بچه هاش این وعده ها را اعلام میکرد. شما میدونید چه وعده های خوبی هست برای پدر مادران مسیحی برای بچه‌هاشون. برو دنبالش و هر وقت کلام را میخونی اینا را پیدا میکنی، اینا را در برای خودتان. مادر من خیلی و پدر من خیلی جدی بودن در اطاعت کردن خدا و مادرم میگفت که قانونی که ما تو خونه ما داریم، تو باید پدر مادرت را اطاعت کنی همطوری که ما باید خدا را اطاعت بکنیم. و من میدونستم با یه نگاه مادرم اگه اطاعت نمیکردم به حرفاش.
خب فکر کنم باید آماده باشیم و بدونیم چه چیزایی روح بچه را میشکنه. ببین تنبیه باید اراده بچه را بشکنه، نه روحش، نه احساس ارزشش. پس یک چیز آسونی نیست که بدونیم، اما میخوام اول بگم چیزایی که دل بچه را میشکنه، یعنی روحش را میشکنه. وقتی که محبت تو با شرط شما را دوست دارم اگر، ببین اونطوری که من اسلام را درک میکنم، خود الله ما را دوست داره وقتی که ما محبتش به دست میاریم. اما خداوند میگه من دوستتان دارم هنوز که به محبت من نمیتونی به دست بیاری، من محبتم به تو میدم. و بچه های ما باید بدونن که محبت ما فقط شرطی نیست. بچه تو این کاری بکنه میبرم بستنی میخورم برات این کاری میکنم، با شرط نباشه. بچه دلش میشکنه که هیچ وقت تشویقش نمیکنی. اگه چیزی کوچکتر، حالا فرض کن بچه 90% کاراش خوب نیست، مثلا بچه است، اما یک کار کوچیکی میکنه. یادم بوده بچه‌م 3 ساله بود، پسرم، و ما یه مجله آمده بود و روی مجله نشانه بود که بچه‌ها تو آفریقا که خیلی لاغر بودن، غذا نخورده بودن، بچه‌ن دید رفت از آشپزخونه سیب در آورد و گذشت روی نقشش. من تشویقش کردم، نگفتم چرا سیب آوردی انداختی توی مبل، گفت تشویش، دیدم این دلش سوخت برای چیزی که تو عکس بوده. گفتم خدا رو شکر که بچه من به چنان صحنه دلسوزی داره، من تشویقش بکنم. وقتی هیچ وقت اجازه نمیدی بچه تصمیم خودش بگیره. خیلی پدر مادرها یه دنده ای هن. نه 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 نه، شما تمام روز نه بشنوی چی میشی؟ دیوانه میشی، گرفتار میشی. مادرم یک رسم خیلی قشنگ گفت، تا اون اندازه که میتونی بگو بله بله، فقط نه رو بگو وقتی که خیلی چیز واجبیه. ببین بعضی وقتا ما نمیگیم به خاطر که آرزوی بچه های ما مزاحم وقت ما هستن، و یک کاری میخوان که ما نمیخوایم انجام بدیم به خاطر که ما برنامه خود ما داریم. خب باید بالانس باشه، نمیگم که هر وقت بچه ما، اما بالاخره بعضی وقتا اجازه بدی، یعنی در حد رشد کردن این بچه یه میدانی بذار که این میدان میتونه تصمیم بگیره. بعضی تصمیم ها باید بزرگتر باشه، بعضی تصمیم ها الان میتونه بگیره. مثلا شاید میخواد انتخاب کنه یه لباسی بخره، یا میخواد یه چیزی برای اتاقش انتخاب کنه. اجازه بده که ارادهش نشون بده، شخصیتش نشون بده. او رو مقایسه نکن با بچه های دیگر. چرا مثل تو بچه فلان نیستی، تو چرا چیز تنبلی و فلان. اونا را جلوی دیگران توبیخ نکن. یه صحنه تو یادم هست ایران که زندگی میکردم، 36 سال پیش البته، جلوی خونه ما یه مادر در فوش میده به پسرش، سرش میکوبه با کفشش، از تمام کوچه در رد میشه، تمام مردم محل داره نگاه میکنن. اگه شما پسر بودی چه فکر میکردی؟ اصلا میخواستی اصلا خودت قایم کنید. گفتم چرا اینطور؟ تو اگر کاری کرد ببر خونه، اگر کتک لازم تو خونه پشت در خونه این کارا بکن، چرا تو کوچه؟ چرا آبروش اینقدر میخوا از بین ببری؟ این چیزا بعضی وقتا تو بعضی های ما انقدر اثر میذاره که وقتی بزرگ میشیم آدمای نرمال نیستیم، یعنی نمیتونیم با نزدیک باشیم با دیگران، چون که خیلی میترسیم که دوباره از این اتفاقا باشه. تنبیه کردنت باید مرتب باشه به این صورت، یعنی یه روز این گناه فردا گناه نیست نمیشه. قانونای خونه باید مشخص باشه. مادر من 3 تا قانون داشت و روی یخچال نوشته بود برای ما، میگه هر کاری که پدر مادر میخوان باید اطاعت بکنیم، نباید همدیگر را بزنیم، هیچ زدن و این چیزا قابل قبول نیست، و زبان نادرست هم قابل قبول نیست. این 3 تا قانون اگر شما بشکنی، بدونی که تمام خشم پدر مادرم پس سرت میریزه. این 3 تا بود، نه 10 تا 20 تا نبود. ما میدونستیم که محدودیت های زندگی ما چی بوده، و وقتی بزرگ شدیم خیلی هم خوشحال شدیم که این محدودیت ها برای ما بوده و ما را آدم های به اصطلاح با دیسیپلین بزرگ کرده.
وقتی که شما به عنوان پدر مادر هیچ وقت اعتراف اشتباه کردن به بچت نمیگی. یادم بود یه بار پدرم من با اشتباه کتک زد، یعنی نفهمید که اون چیزی که فکر میکرد من کردم، و هنوز اون کتک به خاطر که میدونستم نکردم این کار هنوز تو فکرم هست. یه روز من بعد پسر خودم را اشتباهی کتک زدم. ما یه دونه قاشق چوبی داشتیم، آبزان میکردیم تو آشپزخونه، و بعد از که یه بار پسرم زدم فقط نگاه میکردم اون چوب، دیگه کار تموم شده، میدونست که شوخی نداشتم و اون قاشق چوبی همیشه اونجا بوده. بعد از که یکی دو بار کتک خورد دیگه هیچ وقت دیگه به کتک نکشید، یاد گرفت. اما یه بار من پسرم کتک زدم، اشتباه بود، و بغلش کردم، گفتم تیم من اشتباه کردم، منو ببخش. گفت منم انسانم، منم گناهکارم، منو ببخش. بعد حرف قشنگی زد، گفت بابا جان من نمیدونم چرا کارهای خلاف میکنم، مشکلم چیه؟ گفتم پسرم گناهکار هستید مثل بابات. و بغل کردیم، با هم خندیدیم، و اون ما را نزدیک کرد عوضی که جدا کنه. وقتی که احساسات بچه‌های ما جدی نمیگیریم، بچه افسرده است، بچه گریه میکنه، مخصوصا به پسرا میگم تو نباید گریه کنی، پسر تو نباید گریه کنی. و بعضی مردا الان هم نمیتونن گریه کنن به خاطر که فکر میکنن گریه کردن یه ضعف بزرگیه و فقط مثلا زنا و بچه‌ها گریه میکنن. وقتی که من با برادرم فکر میکنم و میدونم در لب مرگه، خیلی وقتا تو خلوت گریه میکنم، چه احساساتم خالی میکنم. گریه چیز بدی نیست، از گریه نباید بترسیم. یه جوری گفته شده که مردا محکمن، قویان، گریه نمیکنن. اما وقتی خانم من میبینه گریه میکنم احساس نزدیکی به من میکنه، یعنی خیلی جالبه. وقتی من گریه میکنم خیلی سریع ما احساس صمیمیتر با هم دیگه داشتیم، چون که میدونیم که احساسات ما در آمده. خوبه که شما هدفهای خدایی یا روحانی برای بچهاتون داشته باشی. یعنی مثلا هدف من این هست که بچه‌هام در ایمان، در شناخت خدا بزرگ باشه. میخوام بچه‌هام یاد بگیرن چطور به خدا اعتماد کنن و دعا کنن. یادم بود کشیش بودم، بعضی وقتا وضع مالی کشیشا زیاد قوی نیست. یه دوره بود که خیلی کم پول داشتیم و یه مقداری به بچه هم گفتم بچه هات هم گفتی؟ گفتم بله، دست جمعی تمام خانواده میدونستیم که وضع مالی ما چی جوری هست، و شروع کردیم به دعا کردن. و چند روز بعدش خداوند طبق معمول یک هدیه به ما رسوند، و اینه به بچه ها گفتم به ددی خدا با وفاست. ها بعدن یه ما بعد از اون رانندگی میکردم و جاده پر از یخ بود، و تیمی پشت من نشسته بود، گفت بابا الان من میخوام دعا کنم که خداوند حافظ ما باشه. گفتم پسرم دعا کن. 7-8 سالش بوده، دعا کرد. اون لحظه یه از این ماشینایی که شن چیز میکنه، پخش میکنه، جلوی ما آمد و ما جاده ما راحت بود تا مسیر ما. گفتم تیمی ببین خدا توجه میکنه، بچه‌هات اینه بدونن. ما یه دونه بازی داشتیم که اگر حرکت خدا را در روز دیدید، میگفتیم آی سپای، یعنی من میبینم کار خدا. سر شام هر کسی که میتونست اعلام کنه که من امروز کار خدا را اینطوری دیدم. خب خیلی جالب، به بچه‌هام یاد دادم که حواسشان جمع باشه که خدا کار کجا میکنه. این یه روز تیمی گفت که خدا امروز خیلی کار بزرگی کرد. گفتم چیکار کرد؟ گفت بابا جم امروز امتحان داشتیم، من نرسیدم آماده باشم، معلم ما مریض بود نه آمد. ببین چقدر خدا نیکوست. شاید تیمی منظور من این نبوده، اما بالاخره شما خوشحالی که یه فرصت دیگه داری که آماده باشی برای امتحانت. با بچه ما یاد بدیم چجوری خدا را خدمت کنیم.
تو بعضی خونه همش صحبت از پول، از موفق شدن ما، خدمت به خدا بعضی وقتا کم هست. اما با روش خود ما به بچه های ما یاد بدیم که کلیسا جایی هست، نه تنها ساختمان کلیسا، مردم کلیسا جایی هست که ما خدمت بکنیم. اونایی که مسیح هست، اونایی که نیستن بشرت بدیم. بچه های من که جوان بودن هر یک شنبه دوستای محلیش هم میآوردن کلیسا، چون میخواستن میسیونر باشن. وقتی که بعدم به اونا نشون بده که چجوری سلدهنده باشن. خیلی وقتا بچه‌ها با همدیگه مشکل دارن، دعوا میشه، ناراحتی میشه، و ما یاد دادیم که چطوری وقتی که ارتباط خراب شد چجوری برید و با دعا و دوباره این ارتباط را شفا بدید. خوب است که شما با بچه‌ها در ارتباط باشی، گوش کنید. مثلا تمام بچه‌های کلیسای ایرانی ما، من تو فیسبوکشون هستم و به فیسبوکشون میخونم و بعضی وقتا چیزایی میخونم که زیاد راضی نیستم. بعدم بچه که میاد کلیسا، حالا جوان 12 سالشه 15 سالشه، میگم اینجا چی شد، چرا اینطور شده. و البته نه که واقعا اذیتش بکنم، بعد بدونن که بالاخره چشمای کشیشم روی سه فیسبوکشان هست. توجه کن به احساساتشان. وقتی که کار خوب میکنن شما چیز کن، تشویق کن. و بعضی کشیشا زیاد مثال از بچه‌هاشان میذارن و من تصمیم گرفتم که بدون اجازه بچه‌هام این کار نکنم و بهشان گفتم که اگه شما یه مثال خوب پیدا کنی بهت مثلا یه دلار میدم. پس اینا طول هفته دنبال مثالای خوب بودن. بعضی از این مثالایی که من در میارم با کمک بچه‌هام بوده که اونا کشیدم تو کار که اونا هم حواسشون جمع باشه برای مثال. و خیلی خوبه که نه تنها موعظه کنی به بچهات، گوش کنید و سوال بپرسید و اونا رو کمک کن که مسئولیت زندگیشان بپذیرن. قانونای کتاب مقدسی که عرض کردم، پدر مادرم سه تا قانون داشتن و میدونستن قانون چیه و شکستن این قانون چی هست. و بهشان گفته بودم که اگه پدر مادر به شما گفت بفهمید این کار بکن، بیا نهار نمیایید، شاید دو بار بگم، سه بار دیگه نمیگم، اونجا میبرمت بیرون و یه یادگاری بهت میدم که یادت نره که این کار باید انجام بدی. و باور کن، عرض کردم فکر کنم یکی دو بار بیشتر بچه‌ها ما نزدم، اما اینا فهمیدن که شوخی نیست، باید چیز کرد. و من امثال سلیمانم میگه که بچه بدون طبیعت، بدون نمیگم کتک، من بدون یک یادگاری ایشان واقعا رشد نمی کنن. قبول نمی کردیم، گفتم اون قانونها را. و همیشه هم نتیجه های گناهاشان انجام می دادیم و وقتی کتک می زدیم مطمئن بودیم که از عصبانیت نبوده. من میخواستم اراده بچه‌م را بشکنم، نه احساس ارزشش و روحش. خیلی بچه‌ها روحاشان شکسته شده، یعنی زخمی شدن. بچه‌های من زخمی نشدن. اتفاقا وقتی دخترم 13 ساله بوده گفت پدر من احمق‌ترین آدم دنیاست، وقتی 12 سالش بوده. وقتی 25 سال رسیده گفت بابام حکمت‌ترین و عزیزترین پدره. نمیدونم چقدر من عوض شدم در این سالا یا او عوض شد. بچه ها باید رشد کنن، باید خودشان را یه جوری جدا کنن از هویت فقط عضو خانواده. و راهی که اونا میخوان خودشان نشون بدن بعضی وقتا بی‌اطاعتیه، یا که خودشان نشوندن که قانون آدم هستن. پس وقتی راه میدی که خودشان تصمیمهای در حدودی بگیرن، کمتر با شما مقاومت میکنن. بله. پس امیدوارم که این درس ها کمک بود براتان. یک کمی طولانی بود. اگر احساس میکنی که روش طبیعت بچهاتان اشتباه بود، اشکال نداره، میتونی از همین شروع کنید. میتونی به بچهات بگی که ببخشی من اینجا یک کمی زیاد روی کردم، این چیزا هست. پس بیا با هم دعا کنیم برای بچه های ما و برای پدر مادره که اینجا هستن.
خداوند شکرگزاریم برای پدر مادرای روحانی که ما را در مسیح بزرگ کردن و ماهایی که چنان پدر مادر نداشتیم هنوزم شکرگزاریم برای فداکاری پدر مادرهای ما. زحمت کشیدن، بهترینش کوشش کردن. اما به ما کمک کنه خداوند، ماها که بچه دار هستیم، ماها که نوه دار هستیم، که ارتباط ما با این جوونا، با این بچه‌ها طوری باشه که اونا عاشق مسیح باشن، نتیجه مسیح در زندگی های ما ببینن، ما یه شخصیتی به اونا معرفی کنیم که اونا هم بتونن رشد کنن در مسیح. خداوند شکرگزاریم برای تمام جوونا، بچه‌ها که پدر مادر اینجا نشسته و دعا میکنیم که تو حافظ اونا باش، تو اونا رو نگهداری بکن، تو قلب‌های اونا نگاه کار کن تا ایمان بیارن به عیسی مسیح. ما رو کمک کن ای خداوند. پدر با مادر بودن کار آسونی نیست، شاید سخت‌ترین کار این دنیاست، اما به ما قوت بده، کمک کن که بدونیم که تنها نیستیم در این کار. عیسی مسیح تو همکار ما هستید. در نام عیسی مسیح می طلبیم، آمین.